با سلام و درود و عشق و آرزو برای خانم ها و آقایان شرکت کننده در این نشست، فرهیختگانی که از این همه خون ریزی در ایران و اعدام های بیرویه خسته شده اند و متوجه هستند که این قبیل اعدام ها چه عواقبی برای ایران عزیز و مردم ما در پی خواهد داشت. باید یادآور باشم که مسئله اعدام در ایران مربوط به امروز و دیروز نیست. از فردای تغییر نظام، حکومتی که خود را اسلامی می نامید شروع به اعدام های سبانه کرد. اعدام هایی که در آنها در احکامی که برای آنها صادر می شد هیچ اصولی از اصول قانونی، انسانی و حتی اسلامی رعایت نمی شد. این اعدام ها ادامه داشت و دارد تا امروز. فراموش نکنیم در دهه 60 چه تعدادی از بهترین فرزندان این مملکت اعدام شدند. من خودم شاهد بودم که بعضی از شبها صدها نفر به جوخه اعدام سپرده می شدند. ما چه می خواهیم؟ اونهایی که تشکیل لگام را دادند یا لغو حکم اعدام رو چه می خواهند؟ می گویند بس است، دست بردارید از این همه خون و خشونت. هدف شما از این همه اعدام چیست؟ اگر به قول خودتان میخواهید از جرم و جنایت بکاهید، آیا در این 35 سال با این همه اعدام جرم و جنایت در ایران کم شده؟ خودتان اعتراف دارید که نه تنها خلافکاری ها در ایران کم نشده، بلکه روز به روز بر آن افزوده می شود. ما عده‌ای از کسانی که در ایران در هر حال از این مسائل، از مشکلات خانواده هایی که اعدام می شوند، از متلاشی شدن خانواده هایی که سرپرست خودشون را از دست می دهند و خود را به سرنوشت می سپارند و با کمال تأسف بعضی از همسران اعدام شدگان و فرزندان اعدام شدگان بیشتر به فساد و حتی فحشا کشیده می شوند، تصمیم گرفتیم که با کمک خواهی از هموطنان داخل ایران و خارج ایران بخواهیم از حاکمیت که دست بردارد، بس کند این همه کشتار را. و امروز وقتی خبردار شدیم که خواهران و برادران ما، هموطنان ما در خارج از کشور سمیناری تشکیل دادم تا در این مورد بحث بکنند، تا کمک کنند برای پیشبرد این هدف انسانی و حقوق بشری، بسیار بسیار خوشحال شدیم. و من به همه کسانی که در این نشست شرکت کرده اند تبریک میگویم به این راهی که انتخاب کردند. شما فرهیختگان وطن باید در هر کجای دنیا که هستید از این همه کشتار و خشونت اظهار نفرت بکنید و
و با هر وسیله، با مراجعه به سازمان‌های بین المللی، به سازمان‌های حقوق بشری، به سازمان‌های انسان دوست بخواهید که حکومت ایران نظام ولایی بس کند، بس کند این همه خشونت و خونریزی را.